سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو 9:30 دقیقه شب تهران، 1 بعد از ظهر آفتابی اما بسیار سرد واشنگتن. جهان روز چهارشنبه و امروز نگاهش بر پاریس متمرکز بود. پاریس، شهر زیبای فرانسه، پایتخت زیبای فرانسه، مرکز فرهنگ و هنر، شهری که برای چندین دهه پناهجویان بسیاری از نقاط مختلف جهان رو در خود پذیرفت و همچنان درهای گشوده‌ای به روی کسانی دارد که در کشورهای خود توسط حکومت‌هایشان مورد آزار و تعقیب قرار دارند. در پاریس 12 تن در روزنامه شالدی ابدو به قتل رسیدند توسط تروریست‌های اسلامی. امروز صبح نیز، پنجشنبه بامداد نیز، در عملیاتی تروریستی یک پلیس دیگر نیز کشته شد. جهان محکوم کرد اقدامات تروریستی پاریس رو، اما ریشه های این عملیات در کجاست؟ چه حکومت هایی از چنین عملیاتی بهره می جویند و گروه های تروریستی از دموکراسی جاری در کشورهای اروپایی چه بهره هایی برای پیش بردن هدف های خود به دست می آورند؟ در بخش نخست برنامه آقای محمد رضا شاهید گرامی با من و شما خواهند بود از پاریس. محمد رضا شاهید که نیاز به معرفی بیشتری جز بردن نامش و دیدن چهرهش نیست. با شما خواهیم بود تا ازاتی دیگر. نزدیک به نیم قرن پشتوانه فعالیت‌های روزنامه‌نگاری، رادیویی، تلویزیونی، نوشتاری محمد رضا شاهید گرامی است و بعد حدود 40 سال دوستی او رو من دارم در ایران پیش از انقلاب تا به امروز. گزارش‌های او رو در رسانه‌های مختلف تصویری و صوتی شنیدید. گزارش‌های محمد رضا شاهید گرامی رو از پاریس و در مجامع بین المللی در اروپا نیست. هم سفری های او با رؤسای جمهور وقت فرانسه به کشورهای مختلف. برای نخستین بار هست که در دور جدید تفسیر خبر شاهید گرامی و عزیز ما با من و شما هستن. سلام به شما شاهید عزیز در پاریس. سلام دوست عزیز آقای چالنگی، سلام به بینندگان محترم. ای کاش دلیل حضور من در این برنامه برای یک موضوع شادی بخش و دست کم فرهنگی و یا در همین حیطه و روال بود. شاهد عزیز، آخرین خبرها رو از شما میشنم. آقای چالنگی، خبرها در این دو موردی که شما اشاره کردید، حادثه تروریستی، هر ساعت داده ها و شنیده های جدیدی مطرح است. به همون اندازه که پرسش هست پاسخ هست و به همون اندازه که پاسخ هست پرسش، چرا که دانسته ها و ندانسته ها هر دو هم سوال هم جواب. اینکه این دو نفر به نیتی که ادعا می کنند الله اکبر و خدا بزرگ و به قول خود کاریکاتور اگر خدا بزرگ است این دو نفر چرا دخالت در کار او می کنند، مسائل پیچیده تر از این هاست که بشود واقعا یک تحلیل خیلی مشخصی داد، مگر
در اشتراک نظر همگان و گفته های امروز صبح آقای سرکوزی وحشیگری به جنگ تمدن و دموکراسی آمده. هیچ تعریف دومی برای این موضوع پیدا نمیشه. من برای اینکه فضای امروز فرانسه رو برای شما گفته باشم، روزنامه فیگارو صفحه اول خودش رو سیاه چاپ کرده و بعد در پایین صفحه عکس 5 کاریکاتوریستی که اگر اونها رو از نزدیک بشناسیم، که متاسفانه من هم نمیشناختم، اما اگه کار اونها رو ببینیم و سن سال اونها رو 81 ساله، 74 ساله، آقای کبیو کاریکاتوریست که اتفاقا یک کاریکاتور از خانم محشید امیرشاهی کشیده بود سالها پیش، از جمله کسانی است که میتونید باور کنید او حتی پا روی یک مورچه نگذاشته، به قدر این انسان شریف و بی آزار. به هر حال خبرها همونطور که خدمتون گفتم، ما الان یک ساعت پیش میگفتند که دو تروریست دیروز رو در 40 کیلومتری پاریس در یک اتوبان دیدن و این دو نفر وارد یک ایستگاه بنزین میشن، طبیعتاً اموالشون، پولهایی که دارن، کارت اعتباری، مسیرهایی که میرن، دوربینا، هر لحظه این حلقه محاصره و قطعاً به ظرف 24 ساعت به دستگیری اونها منتهی خواهد شد، اما در چه وضع و شرایطی اون رو نمیشود حد زد. به هر حال برای اینکه تکراری نگفته باشم، گفتنی بسیار است. آقای شاید تا چند از اقدام این تروریست ها، این عملیات تروریستی به زیان کسان دیگر هست، یعنی پناهجویان خارجی های مقیم فرانسه، تا چند از به زیان اونا هست؟ اگر که داور در اون طرف به همین افراطیگری بنشینه، بله، خب ضرر خواهد داشت، ولی خوشبختانه در فرانسه اکثریت این مملکت میدونند که نمیشود عمومی کرد. در هر فرقه، در هر نژادی، در هر مذهبی شما تفاوت فکر و نگاه دارید. در نتیجه مسلمان ها مورد تنفر اکثریت فرانسوی ها قرار نخواهند گرفت، اما میبینند که بیشترین ترور در 40 سال گذشته و زورگویی از افراطیون مسلمان بوده، نه افراطیون مذاهب دیگر. ضرر در جامعه نیست. من 41 سال از عمرم رو در فرانسه گذروندم، چه دوره دانشجویی و چه دوره پناهندگی. فرانسه رو امروز انقدر غمگین میبینید که کسی نمیخواد قضاوت کنه. وقتی 12 ظهر متروها از کار میستن، کلیساها زنگ میزنن، تأثیر به حدی است که شما نمیتونید قضاوت کنید. در نتیجه در روزهای آینده باید دید و میدونید که روز یک شنبه یک تظاهرات عمومی، یک همبستگی ملی انجام خواهد شد. آقای اولاند و آقای سرکوزی امروز با هم ملاقات کردند 50 دقیقه در کاخ الیزه. همین که دو رقیب سیاسی هر دو بر یک موضوع ملی کنار هم مینشینند و در کنار هم صحبت میکنند، این نشان میده که فرانسه پیوند و پیوستگیش فراتر از قضاوت‌های عجولانه است. ولی همطور که می‌فرمایید، قطعاً لطماتی به بار خواهد آورد. خب یک نکته وجود داره، این که فرانسه همیشه میزبان نویسندگان، شعرا، کاریکاتوریست‌ها، نقاشان، همه کسانی بوده که در کشور خودشون زیر فشار بودن یا مورد تعقیب حکومت‌های مستبد بودن. غم‌انگیز از این بابت که اون وقت در کشور، در همین کشور 12 نفر در دفتر روزنامه‌ای و گروهی از اونها روزنامه نگارانی که مشغول بودن در همون روزنامه به قتل میرسن توسط کسانی که به فرانسه اومدن مهاجر یا پناهجو. غم انگیز نیست؟ غم انگیزی رو خیلی قابل لمسه وقتی که شما فقط در مورد ایرانیان ببینید، پناهندگان آقای رجوی، خانم رجوی، آقای بختیار، آقای بنی‌صدر، آقای مدنی، تیمسار اویسی، خانواده پهلوی، حسن نزی، یعنی هرگز فرانسه سلیقه سیاسی خودش رو ملاک و قانون نکرد که با این بند، با این تشخیص، با این نگاه سوسیالیست دست راستی ها رو پناهندگی داد، دست راستی ها کمونیست ها رو پناهندگی دادن. از این بابت نمیخوام تبلیغ فرانسه رو کرده باشم که به نوعی مبلغش هستم، برای اینکه هر روز این آزادی و این دموکراسی رو هم من لمس میکنم، هم همه ساکنین این کشور اون رو میبینن، اون رو باهاش زندگی میکنن. ولی اینکه یک مسلمان بیاد در این کشور تعیین تکلیف بکنه، درست مثل ما که ما ایرانی ها بریم هجوم ببریم در استرالیا بگیم که باید شما اینطوری زندگی کنید، یا فرانسوی ها برن ایران بگویند که شما باید دیسکوتک باز بکنید، یا مسائل این بسیار است. نمیخوام از اهمیت موضوع بکنم با
مثال های واقعا پایین و بی اهمیت. اهمیت در این است که دموکراسی به شما اجازه میده به اندازه صاحب دموکراسی ادعا بکنید، ولی اینکه برید مرد 80 ساله رو برای اینکه کاریکاتوری کشیده که تازه یکی از این کاریکاتورها پیامبر اسلام رو نشون میده که ناراضی و عصبانی و میگوید چرا این احمق ها مدافع من شدن، به هر حال شانس طرفداری، همون چیزی که ما در سلطان محمود وقتی که شاهنامه رو بردن و فردوسی گفت که چرا یک آدم نادان داره از کتاب من تایید میکنه، در نتیجه حتی این کاریکاتور توهین که نبود هیچ، مقام پیامبر رو از یک عده تروریست به جلو میبرد و میگفت این مردی است که آمده برای یک عده که قانون خشونت رو میخوان زندگی کنن و او صلح طلبی کرده. اینکه چقدر درست چقدر غلط بحث مذهبی امروز نیست، بحث مهم واقعا مسئله دموکراسی در فرانسه است. سپاسگزار هستیم آقای محمد رضا شاهید عزیز در پاریس، امیدوارم روزی با خبرهای خوب با دندگان تفسیر خبر باشید. خبرهای خوب برای همه مردم جهان آرزو میکنیم، جز مستبدان و آنان که باعث مرگ و کشتار انسانهای دیگه میشن. با سپاس دوباره از شما پی میگیریم تفسیر خبر رو. تا لحظاتی دیگه با من و شما هستن آقای حسن اعتمادی تحلیلگر از سوئد و آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از اسلو نروژ. پرسش ها بسیار است، از جمله اینکه تروریست ها، سازمان ها، گروه های تروریستی از دموکراسی غرب چه بهره هایی برای پیش بردن هدف های خود به دست می آورند. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستن آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی استکهلم سوئد و در اسلو نروژ آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت سبز. آقای اعتمادی عزیز سلام به شما. سلام به شما جناب چالنگی، به همکارانتون، به جناب حیدری و بینندگان برنامه‌تون و همینطور به شما خوش آمد میگیم آقای حیدری عزیز. من هم خدمت شما جناب چالنگی و آقای اعتمادی سلام دارم، همچنین بینندگان برنامه‌تون، در خدمتتون است. آقای اعتمادی، بازتاب عملیات تروریستی چهارشنبه در پاریس در سوئد چگونه بود؟ چطور؟ واقعیت اینه که در جامعه سوئد هم مانند سایر کشورهای اروپایی به واقع خبری که دیروز منتشر شد و که متاسفانه منجر به کشتن 12 نفر شد، یک نوع شوک بود که به این جامعه سوئد هم وارد شد و مطبوعات و رسانه‌های عمومی به طور وسیع این خبر رو منعکس کردن و از کارشناسان و متخصصین مربوط به این موضوع دعوت کردند که در تلویزیون و رادیوها شرکت بکنن و در این باره روشنگری بکنن و آگاهی های لازم رو به جامعه بدن. متاسفانه این خبر بسیار اثر منفی گذاشته و به نظر میرسه که عواقب اون هنوز همچنان ادامه پیدا بکنه، ضمن اینکه همین امروز صبح مجدداً یک ترور دیگه در پاریس انجام شد و باز هم متاسفانه یک زن پلیس و یک رفتگر مخاطب یک فرد تروریست بودن که اون زن پلیس جان خودش را دست داد و رفتگر هم در بیمارستان به سختی مجروحه. آقای در این نظر هستش که گروه های تروریستی یا گروه های اسلامی، گروه های اسلامی افراطی، هر اسمی بر اون بذارید، اینها از امکانات دموکراسی غرب عملا استفاده میکنن و یه نوع مسئولیت پیدا میکنن در مقدمات کار و میان بسیارشون در کشورهای خودشون مورد تعقیب هستن، کما اینکه حسنی مبارک در اوایل دهه 90 گروهی رو که مورد تعقیب دستگاه قضایی بودن و آدم کشته بودن در مصر و به انگلیس پناهنده شده بودن خواستار شده بود و بعد هشدار داد که این زمانی مورد باعث در سر خود شما خواهد شد.
استفاده اینها از امکانات دموکراتیک غرب، حالا در حدی که هست، تا چه اندازه در جهت سازندگی هست این گروه های پناهجوی از کشورهای بسیار مسلمان میان، و تا چه اندازه در این جهاتی هست که میبینیم تولید تروریست؟ خب از بعد در واقع تروریستیش و اون اقداماتی که دارن در واقع انجام میدن برای در واقع خود جمهوری اسلامی که به نوعی ما باشون همکاری میکنیم، یک فضای مناسبی رو در واقع اینها میبینن. در این فضای دموکراتیک میتونن فعالیت کنن، گروه های مختلفی رو که باهاشون به نوعی نزدیک هستن پیدا کنن به راحتی و از اونها استفاده کنن برای مقاصد خودشون. کما اینکه میبینیم حالا سوای جمهوری اسلامی، برخی دیگر از کشورهایی هم که از همین متد استفاده میکنن مثل عربستان یا کشورهای دیگه حاشیه خلیج، اینها مساجد و حسینی هایی رو دارن در واقع تغذیه میکنن و در داخل اون میتونن افرادی رو که تمایلاتی دارن که باهاشون همکاری کنن به راحتی پیدا کنن و از فضای دموکراتیک موجود در این کشورها به نحو احسن استفاده کنن برای تبلیغ همون عقاید ضد غربی که دارن. و به نوعی من در جلساتی هم که در واقع بعضا با مقامات اینجا داشتیم، چه در زمانی در سفارت بودم چه وقتی هم که جدا شدم، عملا این نکته از مطرح می شد که ما یه همچین فضاهایی رو در اختیار شما گذاشتیم و مطابق اون میخوان در داخل ایران هم اونها این امکانات رو داشته باشن، ولی جمهوری اسلامی عملا مانع میشد از اینکه مثلا مراکز مسیحی یا مراکز وابسته به سایر اقلیت‌های دینی در ایران گسترش پیدا کنه. ولی خب از این فضا اینها در اینجا راحت استفاده میکردن و افراد مورد نظر خودشون رو پیدا میکردن، شناسایی میکردن و در موضوعات مختلف استفاده میکنن. کما اینکه میبینیم از اول در واقع دوره‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی وارد عرصه در واقع ریاست جمهوری ایران شده، شروع به حذف حتی همین نیروهای اپوزیسیون ایران کردن و از همین فضاها استفاده کردن برای پوشش عوامل تروریستی خودشون. و قبلش هم که خود آقای خمینی با فتوایی که دادن در رابطه با سلمان رشدی نشون دادن که عملا در رابطه با آزادی مطبوعات و آزادی بیان اونها مخالف هستن و هر کسی رو به راحتی میتونن حذف کنن. و متاسفانه کشورهای غربی هم تا حالا نسبت به این مسئله واکنشی نشون ندادن. شاید اتفاقاتی که اخیرا افتاده به خصوص در زمینه وجود داعش و این ترورهایی که داره در این کشورهای غربی صورت میگیره زنگ خطری باشه برای اونها تا جلوی این گونه اقدامات رو بتونن بگیرن. اشاره کردم به خلیج که قطعا منظور آقای حیدری در محاوره پیش میاد، خلیج فارس هست، کشورهای جنوب خلیج فارس هست. آقای اعتمادی، اشاره آقای حیدری به سلمان رشدی از این باب رو در واقع این در رو آقای خمینی، آیت الله خمینی باز کرد. نویسنده در گوشه ای از انگلستان کتابی نوشته که تیراژ چندانی هم نداره. ایشون بعد از پایان جنگ ایران و عراق فتوای قتل ایشون رو صادر کرد. یعنی سانسور در حیطه قدرت خودش کافی نبود، دیگه بیرون از ایران هم در انگلستان چون این رسمی رو برقرار کرد آقای خمینی. پیامداش همین هست که امروز میبینیم، تفاوتی نمیکنه. برانگیختن تعصبات دینی هم از سنی و شیعه در نهایت به یک جا ختم میشه. بفرمایید. به نظر من مسئله فتوای قتل سلمان رشدی توسط آیت الله خمینی، بنیانگذار حکومت اسلامی در ایران، به نوعی شاید بتونیم بگیم نقطه عطف و آغاز ترورهای مذهبی و سیاسی بود که از اونجا به اصطلاح شکل گرفت. و همونطور که میدونیم هنوز و همچنان این فتوا بر سر جای خودش هست و ملغا نشده و هیچ کدام از رهبران و مسئولین حکومت اسلامی در ایران در این باره اظهار نظر و مخالفتی با به اصطلاح این مسئله نکردند. بنابراین اونجایی که به اصطلاح احکام شرعی و اسلامی به صورت قانون در میاد برای اداره یک جامعه، ما باید در انتظار هر نوع خشونت و قتل و جنایتی باشیم. کما اینکه شما اشاره کردید، حتی پیش از این که حکومت اسلامی در ایران مستقر بشه، ما شاهد قتل کسروی بزرگ هستیم که توسط فدایان اسلام در ایران صورت میگیره و پس از اونم باز شاهد این هستیم که چگونه در دوران حکومت اسلامی ایران در همین دهه های اخیر
قطعای زنجیره‌ای پیش میاد و کسانی مانند سعید سلطانپور، مختاری و پوینده توسط سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران به قتل میرسند. بنابراین این مسئله یک مسئله جدی است که متاسفانه همطور که عرض کردم از سوی محافل مذهبی که به قدرت سیاسی دست پیدا میکنند به اصطلاح شکل میگیره و اکنون این ادامه این مسئله، ادامه این نوع جنایات و سیاست هایی که از طرف گروه های اسلامی افراطیش انجام میگیره از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده که به نوعی رسمیت پیدا کرده و امروز ما میبینیم که در کشورهای اروپایی جوانایی هستند که حالا یا به عنوان پناهنده یا به عنوان نسل های دوم و سوم که در این کشورها متولد شدن حتی و تربیت شدن پیروی میکنن از این قوانین مذهبی و دست به یک چنین جنایتی میزنن. اشاره کردن هم آقای دری هم آقای اعتمادی به قتل‌های سیاسی در خارج از ایران و در داخل ایران نیست. بسیار کشتن، بیشتر این قتل‌های سیاسی در کشورهای اروپا بود. البته آقای طباطبایی در آمریکا به قتل رسید که قاتل اون یک آفریقای آمریکایی بود که به ایران رفت و بعدا هم نه تنها مورد عطوفت اسلامی حکومت ایران قرار گرفت، بلکه در فیلمی هم از آقای محسن مخملباف ایشون بازی کرده، یک تروریست در فیلم قندهار بازی کرده. کسانی که کشته شدن بسیارن، تیمسار اویسی هست، عبدالرحمن برومند هست، عبدالرحمن قاسملو هست، آقای شرفکندی از حزب دموکرات کردستان هست، دکتر شاپور بختیار رهبر وقت نهضت مقاومت ملی ایران و آخرین نخست وزیر در پیش از انقلاب هست، آقای خلبان محمدی هست، دکتر کاظم رجوی هست و دکتر سیروس الهی هست، سرهنگ بای احمدی هست، هنرمند گرامی ایران فریدون فرخزاد. فهرست بسیار زیاد، بیشتر اینها در دوره آقای رفسنجانی به قتل رسیدن و قاتل دکتر بختیار میبینیم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی رسما حلقه گل به گردن یک تروریست قاتل میندازه. آقای قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه حکومت فقیه در تهران و هنگام استقبال از وکیلی راد، یکی از سه قاتل دکتر شاپور بختیار: شاید به عبارتی جهنم رو گذروندم، امروز خوشحالم که به عبارتی بهش رو پیدا کرد. آقای حیدری عزیز، آشکارتر از این آیا میشه مسئولیت ترورهایی رو پذیرفت؟ حلقه گل به گردن آقای وکیلی راد در تهران، آقای اشکاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سخنانی که وکیلی راد در تهران میگه: من احساس میکنم به بهشت بازگشتم. تفسیر شما رو میشنویم آقای حیدری عزیز. این در واقع به نظر من و دوستانم کشورهای غربی بودن که این فضا و این موقعیت رو برای جمهوری اسلامی مهیا کردند و اجازه دادن جمهوری اسلامی آنگونه که دلش میخواد با اپوزیسیون در واقع ایران برخورد کنه و هموطنهای ما رو در اقصی نقاط دنیا ترور کنه. و با توجه به اینکه خود این کشورهای غربی از این قضایی ها واقف بودن و میدونستن که جمهوری اسلامی این ترورها رو داره انجام میده، کما اینکه از اتفاقات داخل ایران هم با خبر بودن و امروزی که خودشون گرفتار شدن، من و دوستانم فکر میکنیم نتیجه همون بیتوجهی و اهمالکاری بوده که سیاستمداران وقت اروپا و غرب نسبت به جمهوری اسلامی داشتن. کما اینکه بعد از وقایع سال 88 هم مکرر در جلساتی که من و برخی از دوستانم با همین مقامات غربی داشتیم این موارد رو عنوان کردیم که جمهوری اسلامی خودش پدرخوانده تروریسمه و شما به خاطر مسائل هسته‌ای چرا وارد این بود نمیشین و جمهوری اسلامی رو تحت فشار نمیذارین. خود مقامات غربی اسناد و مدارک بسیار زیادی دارن بر علیه جمهوری اسلامی، در انفجارهایی که در آرژانتین انجام دادن یا ترورهایی که در واقع شخصیت‌های مختلف رو جمهوری اسلامی انجام داده و ارتباط اونا با سفارتخونه و مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی رو کاملا در جریان هستم.
ولی متاسفانه به خاطر منافع اقتصادی که از قبل جمهوری اسلامی نصیبشون شده در طول این 30 سال سکوت کردن و امروز ما میبینیم که این تندروهای مذهبی که به نوعی بعضا مورد تایید جمهوری اسلامی هم هستن آفت خود کشورهای غربی شدن و ما امیدوار هستیم که شرایط به سمت سوی بره که کشورهای غربی متوجه بشن که با این گونه موارد چگونه برخورد کنن و به خاطر منافع اقتصادی خودشون از حمایت بیش از حد و در واقع حمایت کردن از جمهوری اسلامی دست بردارن و زمینه رو مساعد کنن برای اینکه بشه با تروریسم به نحو احسن برخورد کرد. اینکه یک بام و دو هوا برخورد کردن با تروریسم و فقط تروریسم رو در کشورهای مثل سوریه یا لبنان و این گونه جاها فقط دیدن برخورد نکنن. تروریسم الان توسط همین کشور در واقع جمهوری اسلامی داره تقویت میشه و دامنش داره به کشورهای اروپایی و آمریکا کشیده میشه، کما اینکه در 2 سال گذشته خبر ترور سفیر عربستان توسط عوامل جمهوری اسلامی خود کشور آمریکا رو مبتلا کرده بود، ولی عملا میبینیم که روی اون سرپوش گذاشتن و نذاشتن این اخبار در واقع ادامه پیدا کنه، چرا که داشتن با جمهوری اسلامی مخفیانه مذاکراتی میکردن در رابطه با مسئله اتمی. امیدوار هستم که این زنگ خطر برای کشورهای غربی به صدا در اومده باشه و در مذاکراتی که با جمهوری اسلامی دارن مسئله حقوق بشر و تروریسم رو هم در دستور کار خودشون قرار بدن و جمهوری اسلامی رو وادار کنن که به قواعد بین المللی در واقع احترام بذاره. انتقاداتی که به پرزیدنت اوباما و دولت او وارد هست، یعنی وارد میکنن مخالفان که سیاست سازش مماشات با حکومت ها و دولت هایی مثل حکومت ایران که حامی تروریسم شناخته میشه از طرف واشنگتن، هنوز انتقاداتی که در زمان بیل کلینتون نیز متوجه بیل کلینتون بود به خاطر سرپوش نهادن و نقش جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی خبر عربستان و عملیات تروریستی دیگه ای که جمهوری اسلامی متهم بود به دست داشتن در این عملیات. اما آقای اعتمادی، این اظهار امیدواری آقای حیدری به نظر شما آیا به نتیجه خواهد رسید؟ دولت‌های غربی توجه لازم رو به نقش حکومت‌های مثل ایران در عملیات تروریستی خواهند داشت یا نه؟ چند روزی میان رهبرانشون اظهار تأسف و اشکی میریزن و بعد مسئله اقتصادی هست که میشرفه به مسئله دیگه. آشنانگی به نظر من خارج از محدوده قدرت و تصمیم گیری ها که دولت های غربی دارند، افکار عمومی و جامعه مدنی در کشورهای اروپایی بسیار تاثیرگذار خواهند بود. شب گذشته در میدان جمهوری پاریس و در شهر تولوز ده ها هزار نفر از شهروندان فرانسوی به خیابان ها اومدند و تا نیمه های شب در این دو میدان این دو شهر فرانسوی حضور داشتند و ضمن اعلام همبستگی با خانواده قربانیانی که در روز گذشته در پاریس متاسفانه توسط گروه های تروریستی به قتل رسیده بودند، از آزادی بیان، از دموکراسی پشتیبانی و دفاع کردند. امروز شهروندان کشورهای اروپایی نسبت به گروه های اسلامگرا به شدت احساس ترس و وحشت میکنند و طبیعتاً امنیت خودشون رو در خطر میبینند. در نتیجه من فکر میکنم دولت های کشورهای غربی برخلاف اون چیزی که همونطور که شما اشاره کردید در گذشته به خاطر به اصطلاح منافع کشورهای خودشون دست به نوعی حفظ رابطه مماشاتگرایانه با حکومت اسلامی ایران می‌زدند، امروز در برابر به اصطلاح اعتراض و حضور شهروندان کشورهای خودشون قرار گرفتن و تا زمانی که به نوعی نتونن راه حلی برای این مسئله پیدا بکنن با این فشار روبرو خواهند بود و من فکر می‌کنم که روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران کشورهای غربی از این به بعد به طور جدیتر در برابر تروریسم، در برابر سیاست‌هایی که از طرف حکومت‌ها و گروه‌های مانند جمهوری اسلامی اعمال میشه خواهند ایستاد و در برابر اونها اعتراض خواهند کرد و طبیعتاً دولت‌های کشورهای غربی را مجاب می‌کنند که در این رابطه تصمیمات درستی را اتخاذ کنند. این رو من اشاره بکنم که پیش از قتل دکتر شاپور بختیار یک بار دیگه به ایشون سوءقصد شده بود، در اون سوءقصد یک پلیس نیز کشته شد و یک پلیس مجروح و همسایه دکتر شاپور بختیار نیز بانوی و قاتل طراح این عملیات تروریستی انیس نقاش لبنانی الاصل
سرانجام آزاد شد از زندان و به ایران رفت و خبرهایی که هست خب به تجارت مشغوله و ضمناً به تحلیل در شبکه های تلویزیونی جمهوری اسلامی به عنوان یک تحلیلگر سیاسی گاهی ظاهر میشه و درباره مسائل منطقه هم نظر میده، آقای انیس نقاش که در اصل مسیحی بود. اما سفارتخونه های جمهوری اسلامی از جمله در وین آقای حیدری چه نقش هایی داشتن؟ مثلا سفارت جمهوری اسلامی در وین نقشش در ترور دکتر شرفکندی که بعد سفیر وقت همون موقع که نقشش روشن شد بعدها به آمریکا اومد آقای موسوی و اینجا در دانشگاه به عنوان پژوهشگر حتی بورسی هم گرفت. سفارتخونه های جمهوری اسلامی مکان امنی هستش، چون از نظر عرف دیپلماتیک اونجا در واقع به عنوان خاک ایران محسوب میشه، کشور پذیرنده امکانات لازم رو برای اونها مهیا کرده و اونها از این فضای مساعد استفاده لازم رو دارن میبرن برای شناسایی و برای تشخیص و در واقع ایجاد رعب و وحشت در بین اپوزیسیون، کمال استفاده رو دارن میبرن و بردن و برای ترورهایی هم که انجام دادن چنانچه عوامل احتیاج به کمک داشتن، سفارتخونه‌ها موظف بودن که اون تسهیلات لازم رو فراهم کنن. کما اینکه ما حتی می‌بینیم که با اومدن همین دولت جدید که تحت عنوان اعتدال و امید داره بحث و گفتمان میکنه، وزیر اطلاعات آقای علوی عنوان میکنه ترورهایی رو هم انجام دادن مجددن و به عنوان اینکه این افراد به تیر غیب مبتلا شدن به عنوان یک پیروزی برای جمهوری اسلامی یاد میکنه. یعنی ساختار جمهوری اسلامی همون جوری که دول غربی بهش پیوردن و به عنوان اینکه حامی تروریسم و تروریست پروره عملا برای آنها روشنه، ولی متاسفانه اینکه با آنها برخورد نمیشه و عملا این سفارتخونه ها و این سرکنسولگری ها به کار خودشون دارن ادامه میدن و منابع لازم رو در اختیار این نیروهای تندرو دارن قرار میدن. همونجوری هم که خدمتتون گفتم تنها بخش ایرانیش نیست، این سفارتخونه ها با گروه های تندرو عرب از جمله عراقی ها، لبنانی ها در تماس یا افغانی ها و خیلی راحت داره با اونها کار میکنه و منابع لازم رو هم در اختیارشون میذاره تا در زمان مقتضی جمهوری اسلامی بتونه ازشون استفاده کنه برای حذف افرادی که وابسته حالا به نوعی به اپوزیسیون ایران یا برای موارد دیگه‌ای که میتونه استفاده بر باشه برای جمهوری اسلامی. ولی عملا کشورهای غربی با این موضوع برخورد چندانی نکردن و متاسفانه در همین مذاکراتی هم که دارن الان انجام میدن روی مسئله تروریسم و نقض حقوق بشر در ایران عملا میبینیم کمرنگ برخورد میکنن و به خاطر مسائل اقتصادی که همونجور که شما هم گفتین دارن روابطشون رو گسترش میدن. سپاسگزار هستیم آقای حسن اعتمادی عزیز در استوکهلم، با سپاس از شما. سپاسگزار. و سپاس از شما آقای محمد رضا حیدری گرامی در اسلو نروژ. منم از شما متشکرم. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا تا لحظات دیگر از طریق تلفن. خانم آتنا فرغدانی با من و شما هستند، نقاش و فعال حقوق کودکان که بار دیگه به دادگاه احضار شده. در فرانسه هنرمندان توسط تروریست های اسلامی به قتل میرسند و در ایران هنرمندان در زندان به سر میبرند، به دادگاه فراخوانده میشن یا ربوده میشوند و کشته میشوند، آنچنان که محمد مختاری و دیگران. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند از تهران خانم آتنا فرغدانی، دختر ایرانی، هنرمند ایرانی که بار دیگه به دادگاه انقلاب احضار شده. یک هنرمند جوان ایرانی مانند هنرمندان بسیار دیگه که سر از زندانهای حکومت ایران در آوردند. پیشتر هم اشاره کردم اگر تروریست ها در فرانسه هنرمندانی رو در
شالدی ابدو به قتل میرسونن میکشند، در ایران نیز هنرمندان یا در زندان یا خارج از زندان زیر فشارهای گسترده قرار دارند. به اتفاق شما سلام و خوش آمد بگیم به هنرمند عزیز و گرامی ما خانم آتنا فرقدانی در تهران. سلام. خانم آتنای عزیز، چرا شما رو دوباره به دادگاه احضار کردم؟ شما مگه چه کردی؟ خب من با در واقع یه سری اتهاماتی داشتم، تقریبا اتهام شده بودم تا مدتی که تو بند دو الف بودم. از شبه دوی بار فرسی آقای خورشیدی در واقع رفت میشه آقای صلواتی، که خب آخرین تفهیم اتهام و اتهامات هم تو همون شبه دوی بار فرسی دیدم که در واقع نوشته شده بود اقدام علیه امنیت ملی با حالا استفاده از تجمع تبانی با انقلاب فرقه زاله، که وقتی پرسیدم گفتم فرقه زاله یعنی کی منظورتونه؟ البته کاملا میدونستن آقای خورشیدی گفتن که زالین یعنی کسایی که گمراهن. بعد گفتم که خب کیا؟ گفتم بهایی، بهش میگین بهایی ها. بعد من گفتم که خب من اینا رو بند خداها رو اصلا زاله نمیدونم، دیانت بهایی میدونم که یه سری از حقوقشون واقعا پایمال شده و تبلیغ علیه نظام بود، اقدام علیه امنیت ملی که از همین طریق بود. بعد یکی دیگه هم در واقع توهین به نمایندگان رس با استفاده از مهارت نقاشی، که حالا یه کاریکاتور بود که از مدرسه کشیده بودن. و آخریش هم توهین و فحاشی به سپاه پاسداران، مقام معظم رهبری، سقوه در حین بازجویی، که در واقع آخرین چیزی بود که تو شبه دو دوباره به هم تفهیم اتهام شد و آخرین اتهام هم شد. خب نکته اینه، قاضی صلواتی و بقیه مسئولان قضایی دستگاه جمهوری اسلامی ولایت فقیه امنیت ملی این جمهوری و این نظام و این حکومت و کشور هرچی که هست رو آیا یک دختر جوان نقاش هنرمند ایرانی به خطر میندازه؟ جا سارقان میلیاردها دلار از سفره مردم و یا بقیه کسانی که در همین ردیف به اقداماتی دست میزنند و اقدامات اونها ایران رو به چنین روزی نشونده که در نه در منطقه دارای اعتبار و حیثیتی هست و نه در عرصه بین المللی به عنوان یک حکومت معقول و قابل پذیرش تلقی میشه، هرچند روابطی هست بر اساس مساله و منافع اقتصادی کشورهای دیگه. اما تا چند روز شما به این اتهامات در واقع معتقد هستید که اثر عدالت هست آتنای عزیز؟ چه در مورد شما چه در مورد بقیه، این دستگاه رو چطور، دستگاه قضایی رو شما تا چه اندازه بی‌غرض و عرض کنم خدمتتون بی‌مرض میدید؟ خب راستش رو بخواین من حالا تو دفاعیات هم نوشتم، تو صفحه فیسبوک هم نوشتم که این تبلیغ علیه نظامی که اولا گفت مصداقش رو وقتی پرسیدم گفتن همین دیداری که با خانواده های حالا 88 داشتی، مراسمی که شرکت میکردی، به خصوص بیشترین چیزی که روش حساس بودن، من خیلی با خانواده ستا بهشتی خیلی رابطه داشتم، خیلی رابطه داشتم و مخصوصا رو این قضیه خیلی حساس بودن و گفتن که خب تبلیغ علیه نظام در واقع مصداقش همچین چیزی هست، اقدام علیه امنیت ملی، که وقتی گفتم که حتی اگر لحاظ انسانی بخوایم اینو در نظر بگیریم، واقعا حالا اون نمایشی که برگزار کردم از همه قشر سی عقیدتی بودن و خب کسایی هم بودن که بهایی بودن تو نمایش ها و خب گفتن که حالا تجمع توانی با افراد در واقع فرقه زاله و
در واقع گفتم کجا بوده، گفتم تو نمایشگاهتون اومدن تبلیغ کردن در واقع خودشونو، که من گفتم اولا همچین چیزی نبوده و واقعا اگر که همچین چیزی هم باشه مگه پیامبر و یا خود اسلام اینو نمیگه که هر کسی آزاده تو دینی که میخواد انتخاب کنه، تو راهی که میخواد انتخاب کنه، عقیدهی که میخواد داشته باشه؟ گفتم شما همون اسلام خودتون هم دارین طرز میکنید وقتی این کار رو در واقع میکنید و وقتی این واسه من جرم میشه. من چرا این اول حد تحصیل داشته باشن؟ آیا واقعا وحشت دارم از این که در واقع دانشگاه بیان تبلیغ کنن؟ اگر که در واقع هر کسی واقعا خودش بخواد مسیرش انتخاب کنه، پس چرا نباید اینطوری باشه؟ پس چیز دیگه ایه در واقع. من احساس میکنم این که از دین در واقع استفاده میکنن برای حکومت خودش و نمیخوان که در واقع عقیده های دیگه و در واقع حالا دیانت های دیگه، آیین های دیگه در واقع حرفشون رو بزنن. و من احساس میکنم در واقع چون از دین دقیقا دارن سیاست های عرضایی کنن. خب امنیت ملی در ساده ترین تعریفشه، آتنای گرامی، این هستش که شهروندان یک کشوری تک تک و در جمع احساس امنیت بکنن. اما امنیت ملی، دختر ایرانی، هنرمند ایرانی آتنا فرغدانی کجا و احساس امنیت کجا و بقیه کسا؟ این چگونه امنیت ملی است که یک هنرمند جوان، یک دختر نازنین ایرانی میتونه به خطرش بندازه؟ یا ابوالفضل عابدینی در رام هرمز یا بقیه ای که هستن. نکته ای رو که اشاره میکنه آتنا قابل توجه هست که حتی خود روحانیون حاکم در ایران اشاره کردن، بارها بر منبر گفتن که پیامبر اسلام از در مکه که بود بر سرش خاکستر میریختن، روزی که نریخته شد خاکستر بر سر ایشون جویا شد، گفتن اون که چون این کاری میکرد بیماره، به عیادتش رفت و دلجوی. اما امروز روز همونها که این موضوع رو تبلیغ میکردن آتنا رو به دادگاه فرا میخونن. در پاریس کاریکاتوریستی که کاریکاتوری کشیده بود و چندین نفر دیگه، 12 نفر رو به قتل رسوند و بقیه ماجرا. خب تا چند زد آتنای عزیز، جامعه هنری ایران با شما همراهی میکنه، نقاشان، فیلمسازان، هنرمندان در کنار شما هستن. خب راستش رو بخوای من اول از یه جامعه خیلی کوچیک شروع کنم، فکر میکنم دانشگاه باشه اولین جامعه که خیلی کوچیکه. برای همین اولین جایی که خوب رفتم موقعی که حالا خیلی متوجه شده بودن از اساتید که منو بازداشت کردن، خب من تمام کارهای نقاشیم سیاسی و اجتماعیه، یعنی کارهای نقاشیم مثل اساتید به گفتن که آتنا تابلوهاتو بچینی اون دست در واقع حیات، ما چون جوجوان همون در واقع تو حیات دانشگاه از زهر برگزار ته حیات همیشه میگفتی که برو اون بر بشین که مثلا حراست اینا رد میشه توجه نشن حالا بخوان چیزی باشه. و موقعی هم که رفتم دانشگاه برای این که بگم که خب من فعلا اومدم بیرون و خب دنبان استعداد درخشان و رسته یک کل دانشگاه از زهر با مادر 78%، یعنی اصلا خودم وقتی فکرش میکنم بگم چقدر زرش کشیدم واقعا که صدام رو صدام گذاشتم. و سطح معدل قرار بود که برم کارشانات ارشد، پذیرفته شدم، اسمم در اومد و از دانشگاه زنگ زده بودن که برای ثبت نام برم، ولی متاسفانه من زندان بودم. و وقتی هم که این مسئله رو متوجه شدن تو دانشگاه، بعد از اینکه مراجعه کردم گفتن که خانم خزلی خودش میخواد شما رو ببینه، خانم خزلی رئیس کل دانشگاه. وقتی رفتم گفتن که خب من اجتماعیه، بعد بایش گفت نه، بیشترین چیزی که اینا روش حساس شده بگو.
گفتم که یه کاریکاتوری بوده که از نمایندای مجلس بوده، دقیقا با قانون وازکتومی یا تلکتومی که ممنوع بود. من اون رو کشیدم و خب کوچه‌وار داشتن و صحن مجلس بود، ولی خب حالا صورتهاشون و یا سرهاشون در واقع آدمایی بودن که به حیوان تبدیل می شدن، یعنی کامل نمیشه گفت حیوان بودن. بعد دیگه اینه که گفتم، گفت خیلی شما دیگه از خط قرمزا عبور کردید و خیلی ناراحت شدم و گفتن که ایشالله ما شما رو در جاهای دیگه ای ببینیم، ولی ای کاش که این هنر و این استعدادی که داری اینطور باعث نشه که باعث خوراک بیگانه ها بشه، که دقیقا حرفی بود که آقای سلواتی همینو به من گفت. خوراک بیگانه ها. آتنای عزیز، در مورد در شرح حال و فعالیت شما من خوندم که فعال حقوق کودکان نیز هستید، در این زمینه چه فعالیتی میکنید؟ من تو انجمن حمایت از کودکان کار بودم. خب یه سری فعالیت های اینطوری داشتم که خب رسمی هم هست و واقعا هم خوشبختانه هنوز به این چیزا کاری ندارم و اتفاقا میگفتن که چرا همون کارو نچسبیدی، چه لزومی داری که حالا نقاشه اینطوری میکشی، یا مثلا تو صفحه فیسبوک هم من دائما خب جناب آقای خامنه ای رو نقد میکردم، یعنی تمام پست ها مربوط به ایشون میشد و چرا حالا اصلا صفحه فیسبوک ای کاش هیچ وقت خانم فرقدان شما صفحه فیسبوک نمی ساختید. ولی خب این آخری ها در واقع حالا موقعی که توی پارک جمع می شدیم یه سری از بچه ها رو جمع می کردیم که خدا رو شکر بهمونم اعتماد کرده بودن. حالا اون وقتی رو که در واقع می خواستم فال بفروشن یا مثلا هر چیزه هر کار دیگه ای داشتن سر چهارا، تو پارک لاله جمع می شدیم و خب اینا برشون شاسی تهیه کرده بودیم، روش نقاشی رو کشیدن و در واقع قرار بود اینا رو به نفع خودشون بفروشن، که ولی متاسفانه یک دفعه در واقع از دستگیری من شروع شد تا خب حالا مثلا دستگیری بقیه بچه ها و چیزی هم که خب خیلی من احساس میکنم اذیتشون میکرد. حالا من به یکی از بچه هم گفتم مراسمایی که در واقع میرفتیم به خصوص این اواخر مراسم شهدای زکت تو مسجد برگزار شد، مراسم امیر جوادی فر، مراسم مصطفی کریم بیگی تولدش، خب اینا رو همه رو وقتی شرکت کردیم بچه ها بچه ها دوه من این رو صفحه فیسبوک داشت فیلمای اینا رو و خب خیلی از جواب پخش میشد و خب اینا خیلی حساس شده بودن که خب وقتی مراسم میرید حالا چرا میایین فیلمش رو میذارید. بله آتنای عزیز، چند سالتون هست شما؟ من متولد 1365 هستم، یعنی تقریبا 27-28 ساله تقریبا. و چند سال نقاشی میکنید؟ من خیلی ساله فکر میکنم از راهنمایی تقریبا نقاشی رو شروع کردم، بعد در هنرستان هستم، هنرستان هم کارداری بعد، ولی متاسفانه میخواستم کاردانی به کارشناسی بخونم، پیوسته ناپیوسته ببخشید، ولی متاسفانه به علت اینکه خیلی سهمیه زیاد بود با رتبه 500 خورده ای من نتونستم در واقع کاردانی به کارشناسی قبول داشتم و یکی از اساتیدم گفت به خاطر اینکه سهمیه ها خیلی زیاد شده بهتر که همون لیسانس رو از اول شرکت کنی. خب من متاسفانه با این امید رفتم که تطبیق داده میشه، ولی خب 4 سال رو از اول نشستم در واقع خوندم با از ترم یک در واقع از همون خط و نقطه و مبانی و و به عنوان یک هنرمند، یک دختر نازنین ایرانی، هنرمند ایرانی، چه آرزوی داری به طور مختصر اگه بگم؟ آرزو را چیزو بخواین تو این همه سالا فکر میکنم که تو زندگیم هیچ وقت هیچ کم و کاری هیچ وقت، یعنی یکی از بازی هم میگفت من واقعا موندم شما دنبال چی بودید، شما هیچ کم و کاری نداشتن، اگه من به جای شما بودم این کارو میکردم اون کارو میکردم، ولی تنها آرزوم اینه که وضعیت اقتصادی مردم خیلی خرابه، یعنی
دیدم چی بگم، راستش بخواهی وضعیت اقتصادی مردم داغونم میکنه. نه تنها منو، یعنی یه جور سوهان روح خیلی ها شده، یعنی روز به روز در فرق، روز به روز تعداد دستفروش ها، روز به روز تعداد کسایی که میبینم همتیت خودم هن، همسن خودم هن. اما تو مترو همینطوری انقدر که دیگه تو واگنای مترو هستن که دیگه اصلا صداشون در هم میشه. این چیزا خیلی زجرم میده راستش بخوام. من هم نیست، حالا من دارم اینو میگم، ولی خیلی هستن که واقعا سوهان رو شده. این که چرا باید انقدر فقر باشه با این همه سرمایه‌ای که داریم؟ حالا مثلا من تو منطقه مولویشو حالا دیدم، ولی مثلا یه خانمی تعریف میکرد، حالا نمیتونم اسمشونو بگم، از منطقه سیستان و بلوچستان. گفتم، من گفتم حداقل تا زمانی که بیرون هستم یه سر سیستان و بلوچستان بزنم، ولی متاسفانه اصلا فرصت نشد. و امیدوارم که هر چه هر نمیتونم بگم، یعنی همش به خودم میگم، یعنی مثلا شاید به عمر من قدر نده که خیلی چیزا عرض بشه، ولی امیدوارم نشه در خود رو ببینه. بله، عمر شما طولانی باشه. آتنای گرامی، هنرمند گرانقدر ایران، آقای صلواتی و بقیه مسئولان دستگاه قضایی باید این آگاهی رو داشته باشن و بدونن که آنچه که امنیت ملی رو در کشوری مثل ایران و بقیه جاها به خطر میندازه، کسانی هست که چنین کردن، وضعیتی چنین اسفبار رو به وجود آوردن برای اقتصاد مردم ایران، برای سفره مردم ایران، برای زندگی روزمره مردم ایران، از جمله گرانقدرهایی ماننده آتنا فرقدانی و دیگر هنرمندان، کسانی که مانع خروج آقای درخشانی، مجید درخشانی، هنرمند ایرانی برای اجرای کنسرت میشن و هنرمندهای دیگه رو در زندان دارن و مورد آزار قرار میدن، کسانی که نویسندگان و مترجمان ایرانی رو ربودند و به قتل رسوندند و تا این 35 سال صدها بلکه چند هزار هنرمند ایرانی سرکارش به دادگاه های انقلاب کشیده شد، چه در تهران چه در شهرستان ها. آتنای گرامی، برای شما آرزوی موفقیت داریم و آرزوی رسیدن به آرزوهاتون، آرزوهای شریف و انسان. با سپاس. ممنون. و با امید به روزی که نه تنها در ایران که در سراسر جهان هنرمندان، نقاشان، کاریکاتوریست ها فارغ از هر نگرانی آزادانه به کار خود مشغول باشند و به خلاقیت خود، و با آرزوی روزی که نه تنها در ایران که در هیچ کجای جهان کودکان به کار گرفته نشن و برای لقمه نانی در خیابونها سرگردان نباشن. کار شریف و انسانی آتنا فرقدانی رو باید قد نهاد، چه در عرصه هنر و چه در عرصه دفاع و رسیدگی به حقوق کودکان کار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. این برنامه رو تقدیم میکنیم به تمام هنرمندانی که طی سالهای اخیر دچار رنج شدن در حکومت‌های مستبد، و همه هنرمندانی که جان خودشون رو، از جمله هنرمندانی که در هر کجای جهان هستند، جان رنجالودی یافتند در اثر استبداد و اکنون در زندان‌ها به سر می‌برند. با آرزوی فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال سند و سبلان، آسماری، کوساران، الوند، دراک، تفتان و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.